بسیار خوش هستم که امروز در جمع شما سخنگویان محلی ولایات افغانستان و باز در مقابلشان سخنگویان دستگاه مرکزی دولت در جمع شما هستم. مومن صاحب دیتا سنر دیر مننه کوم، دیر لوی کارم کردی او دیر پر وقت کارم کردی چه دغه مجلسم جوړ کردی او ما گزارش ولید ده تاسو ده تیر و سلور و رز و ده کارونو دیر مهم مسائل بندیم خبر کردی او هیلا و تمداده چه دیمنگ ده ولایتونو محترم ویندویان چه بیرت خپل و ولایتونو تا استانسی نو ده دوی کار با لا هم اثرسی او دوی با ده لا خدمت جوگستی خپل و ولایتو تا. در بحث جنگ و صلح افغانستان که دغدغه کلان شما هم است، نگرانی کلان شما هم است و قسمت کلان وظیفه تان هم اطلاع رسانی در همین مبحث و جنگ صلح در افغانستان است، یک چند نکته می خواستم بگویم. یک چند نکته در قسمت ارتباط حکومت و مردم، رابطه حکومت و مردم می خواهیم صحبت بکنم. باز یک چند نکته از تجارب خود در آخر امرایتان شریک می کنم. ما وظیفه داده بودم به همکارایم که برای من یک گزارش از حملاتی که در دو هفته گذشته صورت گرفته، یک گزارش مختصر اجمالی برای من بسازن. گزارشی که برای من آمد در 14 روز گذشته در 10 ولایت در افغانستان، حمله انتحاری، ماین مقناطیسی، موتربام، حملات هدفمند، حمله بر تأسیسات عامه، تعدید تأسیسات عامه، واقعات بیشمار داریم در این 14 روز گذشته. شما که در سنگر دفاع از مردم افغانستان قرار دارین، در سنگر رساندن اطلاعات به مردم افغانستان قرار دارین، خوبی رو میفهمین کسایی که در ولایات هستین. جنگ سر ما تحمیل شده متاسفانه و اصطلاحی که گویا در اینجا دو طرف جنگ است و بعضی از بزرگای ما هم از استفاده میکنن که سر طرف این جنگ صدا میکنن، نادرست است. گپ اول ما بر شما ای است که شما طرف جنگ نیستین. شما در سنگر دفاع از مردمتان قرار دارین، در سنگر دفاع از نظام قرار دارین، در سنگر دفاع از نظامی که مسئول است، معلوماتشان مسئولان است و عملشان مسئولان است. یک طرف دیگه سر شما حمله میکنه، سر مردم ملکی حمله میکنه، مکتب ویران میکنه. دیروز پریروز نمیفهم چند صد متر سرک در ولسوالی اندر از بین برده بودن. توجیهشان بسیار جالب بود. توجیهشان این بود که ما بعضی وقتا سرک از بین میبریم که حکومت نتونه که از او عبور بکنه، سرک عامل منفعه. چند روز پیش تهدید کردن بند پاشدانه، نامه نوشته بودن که بند پاشدانه کارش متوقف بسازین. پا میوان که یه غورزی عمله وکره، مکتب لمنزه لاره پک. ام دستی پسلها و پلسها و پسلها و دستی حملات پر منگو تاسی بندیدیه. خبر مهم داده صدق کار چوک کی؟ طالبان وای پدی ورستیو که دوی پالیسی داده سه حملات پا کیگه پا خارونو که ده دیل پاره سه بینمللی همکاران ده دوی نخفه نسی، دوی مسئولیت نخلی. لبلی خواه بیا دوی پخپلا وای مستند ده دوی خبر مستند داده چه دوی وای چه پا افغانستان که لطالبان و نسیوا برسوک ده خشونت اغا نلری توانه ای نلری. او بیا مثالم ورکی چه من پا اختر که اربند وکه یو دزم پا افغانستان که اونستو. نو که طالبان دا ادعا لری ته در دوی چه دوی ده افغانستان که یوازینه ده افغانستان ده خلکو پر وران ده خشونت ده ایمال یوازینه دلدا، نو بیا دغه نور عملات چه کیگه دوی ولی مسئولیت نخلی. یا دوی مستقیم کی، یا دوی زمینه ورته برابرې، یا دغه زمینه دوی برابره کړي په افغانستان کې دا کار کیږي.
په پانتون باندې عمله په مکتب باندې عمله په ځوان باندې مقناطیسی بم نن په خبرنگار باندې عمله واس خبرنگار موټر کې ورته مې نه خو دا څنګه توجیه کیدای شي څوک توجیه کوي په کوم لحاظ توجیه کوي د افغانستان علما وایي چې دا جنگ حرام ده د دنیا علما وایي له بنگلاديش نیولې تر قطر تر سعودي عربستان تر مصر ټول وایي چې دا جنگ نامشروع ده طالب وایي چې زه له امریکې سره جنگ نه کوم امریکې سره مې تفاهم وکړه خو دا نور څه دي مونږ او تاسې وایي دوی مباح الدم دي دوی واجب القاتل دي دا نو اوس اندړ صاحب او نور دیني علما په دې فکر وکړي څه دا څنګه امکان لري څه د امریکایانو پر وړاندې جهاد نور بنده خو د افغانانو پر وړاندې به جهاد جاری وي دا توجه کیدونکی نه ده دا دې لپاره وایم چې یو لحظه هم د تاسې په ذهن کې دا پیدا نسی یک لحظه هم د ذهن شما ای سوال پیدا نشه که خدای نخواسته شما طرف جنگ هستین شما طرف جنگ نیستین شما در سنگر دفاع از مردم هستین حادثه پانتون مثال بگیرین سر پانتون چهار بدبخت اومد عمله کرد هدفش چی بود؟ هدفش که هر قدر محصل ها که میتونن شهید بسازن چرا؟ نمیفهمیم طرف ما چی کردیم؟ نیروهای شما رفتن با پانتون اول اینا رو خودشان رو محاصره کردن بعد هر قدر محصلی را که میتونستن که امکان داشت نجات دادن یک طرف میخواست که هر قدر محصلی را که بتانه شهید بسازه یک طرف میخواست که هر قدر محصلی را که میتونه نجات بده موازنه ازیره رسانه‌های محترم و مردم افغانستان ببینن که کی در کدام سنگر قرار داره از امو خاطر شما قهرمانایی هستین مثل نیروهای امنیتی واری شما سخنگویا شما مسئولین اطلاع رسانی دولت افغانستان که در صف مقدم در جبه هستین با امکانات محدود با معاش ناچیز با تهدیدهای جدی که علیتون وجود داره در تمام ولایت افغانستان یک امی ما میفهمیم هر کدام شما مورد تهدید هستین هر کدام شما روزانه سر از این فکر میکنین امکاناتم کم شرایط کارم سخت تهدید امنیتی تهدید جانم تهدید به خانوادیم شما به خاطر از اون ناچیز کار نمیکنین شما یک رسالت دارین همتون جوانایی هستین که در می 18 سال گذشته در این مملکت درس خواندین در این مملکت کلان شدین واقعیت‌های از این مملکت دیدین و در دفاع از او استاد هستین این مسئله مهم است مسئله رسالت ای که ما با رسانه ها بگو مگو های داریم بعضی وقتا اونا از ما ناراضی هستند بعضی وقتا ما از اونا ناراضی هستیم این مسائل بین خود ما و شماست که در این حد گفتگو حل میشه ولی صف ما معلوم است ما و شما اینمی دوستایی که در پشت کامرا استاد هستن امروز به نمایندگی از رسانه ها در اینجا حضور دارن که پوشش بدن ما و شما در یک صف هستیم یک طرف دیگه ما کسایی هستن که مرا هم واجب القتل میدونن شما را هم کسی را که پشت کامرا است اینو واجب القتل میدونه اینی برای همه ما شما واضح باشه من یک سوال از شما دارم در بین شما سخنگویای حکومت کسایی که پیش از اینکه به حکومت بیاین در رسانه ها کار میکردین چند نفر هستین دستان بالا کنین کمی هم کارهای رسانه ما ببینن اکثریت مطلق شما کسایی هستین که قبلا در رسانه کار میکردین امروز در حکومت کار میکردین یمای سیاوش قبلا در رسانه کار میکرد در وقتی که شهید شد به نام کارمند حکومت شهید شد هیچ تفاوت نیست بین ما بین کارمند رسانه بین جامعه مدنی علما تاجر و غیره همه ما از یک واقعیت افغانستان نمایندگی میکنیم که طالب رو نمیخواد بپذیره و واقعیت افغانستان اینمی واقعیت است که امروز خانم نرگس مومند که در امی جامعه کلان شده ممکنه دوران طالبا یک دو سه سال از مکتب مانده باشه ممکنه که او وضع دوام میکرده خانه می بود آلی امروز تمام سخنگویای سر تا سر افغانستان رهبری میکنه واقعیت افغانستان امی است که مولوی صاحب اندر عالم دین است در نظام کار میکنه و جای هم بر نرگس مومند است هم بر مزد این نظام هم بر
مولوی صاحب اندر است، هم بر مومند صاحب است و هم بر همه ما و شما است. اینی واقعیت است که ایر باید طالب بپذیره. غیر از این امکان نداره که کسی فکر کنه که ما جهاد کردم و آلی منتظر فتح مبین استم، که ما میایم دوباره باز مثل اجده ها ای جامعه را زیر بال خود میگیرم و همه چیز سرکوب میکنم. این امکان نداره. ایرک امیرسانای محترم ما یک دفعه دور همی میز کلش بگیرن و بر ما بگوین که آیا امکان داره که این جامعه که ده 20 سال گذشته فرسنگ ها را رفته و ایده جان شهکار ده پروان استاد است، با نمایندگی از مردم پروان گپ میزنه. هیچ ترسم نداره از هیچ کس. صدای زیر کسی خاموش کرده میتونه، صدای مرا کسی خاموش کرده میتونه، صدای کسی دیگر کسی خاموش کرده میتونه. تهدید میکنن، بدترین نربه ها را استفاده میکنن. متاسفانه تاریخ، در تاریخ مثالش نیست، بس استثنای بعضی مقاطع تاریخ که شما میدان جنگ بگذارین، با سرباز جنگ نکنین، با دیگه جنگ نکنین، بیاین سر پانتون حمله کنین، سر شفاخانه حمله کنین، سر یک جوان بیچاره که به مردم اطلاع رسانی میکنه، او را با ماین بپرانین. این را تاریخ بسیار کم واقع شده در تاریخ. در جنگ‌های سابق دوران روم و اینا هم که بود، عساکر دو طرف می آمدن در یک میدان جنگ میکردن. حتما شما دیدین. هر دو طرف سفارایی میکردن در یک میدان، با هم جنگ میکردن که باش کم قریه خراب نشه، طفل و زن و اینا در امان باشه. این سرچپه معکوس از اوست. در میدان جنگ شکست میخورن، باز میان در سر پانتون هم لکو، بیا سر ژورنالیست هم لکو، بیا سر شفاخانه هم لکو، طفل نوزاد به فرقش بزن به مرمی. این دیگه تاریخ چیز نداره. به هر حال این گپا رو به خاطر براتون میگم که یک چیز در ذهنتون باشه. خو نظام هم دغه نظام ده، او په دې نظام کې ټول لپاره ځای استه، او د رئیس په وینا په دې نظام کې، په دې جمهوریت کې طالب هم ځای دی. هر لحظه راسي دغه مونږ او تاسې په منځ کې د کینې، خدای دې وکړي سبا ته 15 ویاندویان دغلته ناست وي چې د طالبانو اغوي سابقه ولري. په دې سیستم کې دی راسي، په دې سیاست کې دی راسي، په دې نظام کې دی راسي. خدا څه دوی داسې فکر وکړي چې مونږ امریکایان مات کړل او دلته یوه ډله د افغانان دي او په دوی باندې به مونږ حاکم کیږو، هغه پخوانۍ قصه به بیا تکراروو؟ هغه نسي تکرارېدی. ولی یک چیز برای همه ما و شما معلوم است که با تمام از این آرسایی ها ما هنوز هم به عنوان یک نظام گزینه بهتر هستیم برای این مردم. ما و شما کی هستیم؟ همه ما در این مملکت پیدا شدیم، در این مملکت درس خواندیم، با مشقت درس خواندیم، زحمت کشیدیم، خانواده ما شهید دادیم، زخمی دادیم، دینمی حد رسیدیم، حالی در امی حکومت هستیم، مردم از امی مملکت هستیم. هیچ کدام ما شما از کدام سیاره دیگه نامدیم، از کدام مملکت دیگه نامدیم که یک کسی بگه که والا حکومت اینا انحصار کردن. کی انحصار کرده؟ این امی کسایی که ما شما هستیم از کجا هستیم؟ خانه ما در امی مملکت است؟ یا در امی شهر هستیم؟ یا در امی هر شهری که شما هستین؟ نه سخنگوی هرات ما از ایران آمده، نه از ننگرهار ما از پاکستان آمده، نه سخنگوی فاریاب ما از ازبکستان آمده. کل ما مردم از این شهر هستیم. یکی ما در حکومت هستیم، یک نفر ما در خانواده ژورنالیست است، یکی ما دکتر است، یکی ما معلم است. کسی از بیرون نیستیم ما حکومت انحصار کرده باشیم بر کسی دیگه اجازه ندیم. کل ما مردم از این شهر، از این مملکت هستیم. در قسمت کار، مسائل کاری که مطرح شد پرون، نه بلاورز ما رئیس سره خبری کوله، یو ذهنیت داده چې گویا د دولت رهبری منحصره ده، محدود ده، معلومات نور ورسیک. دا ذهنیت ما پر رسنیو کې لیدل بحثونه پدې کیږي. سوال رئیس جمهور یې په تیارې کې ساتل، رئیس جمهور ته معلومات نور ورسیک. زی ورقام در کوم، رسانوی تا در قام ور کوم. پا تیرو شپگو میاشتو کی، در شش ماه گذاشته دوزر در رسانیو گزارشون رئیس جمهور پا خپل الوستی دوزر دا چه تاسی تقسیم که پا ورزی دا ورزی تقریبا دیرس
او دریدرس گزارشونه کیږي په دې دریدر 2000 گزارشونو درسنه یو گزارشونه د پاجواک تلو واریانا د محلي نور بل شمشاد بل بل دا ټول د موږ له خوا ورغلي رئیس ته 2000 گزارشونه درې سو گزارشونو کې رئیس جمهور مستقیم هدایتونه لیکلي اداراتو ته دلته د دولت ویاندویان سته دوی ته راځي دغه د رئیس جمهور هدایتونه سو دغه موضوع تعقیب کوي بیرته ماته گزارش راکوي بیا چې هغه موضوع تعقیب سي گزارش ورکړي بیا رئیس جمهور موږ ته ولیکي سو دا مسله له رسنیو سره شریکې کوي رئیس جمهور ډېر آګاه ده ټولې خبرې هم ګوري هم اوري هم یې لولي سو د ورځې 1500 صفحې گزارش هم ورکړي ټول یې لولي دولت داسې نه ده څه د خلکو د مشکلاتو نه د خلکو د ستونزو نه د دې نه آګاه نه ده دولت له ټولو نه آګاه ده رئیس جمهور له ټولو نه آګاه ده امکانات هم کم دي محدودیتونه هم ډېر دي او دغه د تاسې وظیفه ده خصوصا د ولایتي ویاندویانو هر ولایت کې د ورځې حتما یو انکشافي کار کیږي یا مکتب ساخته میشه یا د بخش زراعت تخم اصلاح شده توزیع میشه یا مسجد ساخته میشه یا خدمات صحیح ارزه میشه رسانیدن عزیب مردم وظیفه سخنگویای محلی ما است در قسمت میکانیزم مشترکی که شما گفتین که ساخته شوه که معلومات از مرکز به ولایات روان شوه از ولایات دوباره بیایه جناب محمود صاحب جناب مومن صاحب آرزوی مایی است مومن صاحب از وقتی که تشریف آوردن به اداره ارگانهای محل کار ما در ولایات کالت رسانی ما در یک مدت کم بهتر شده امیدوار هستیم در آینده هم بهتر شوه دو نفر مسئول دارین محمود صاحب مومن صاحب تایری صاحب هم در ما بینشن رئیس به مطبوعات ارگ میکانیزم بسازین که چطور مواد معلومات از مرکز به ولایات فرستاده شوه چطور معلومات از ولایات به مرکز آورده شوه کارهایی را که شما میکنین ما در مرکز او را انعکاس بتیم کارهایی که در مرکز میشه شما بتونین رو در ولایت اما یک مسئله بسیار مهم است و او ای است که پالیسی دولت افغانستان امینواری که بر ما تعیین کرده بودین پالیسی ما به نمایندگی از شخص رئیس جمهور براتون بسیار واضح میگم به رسانه ها میگم پالیسی دولت افغانستان ای است که اطلاعات به مردم برسه ختم الا اطلاعاتی که به اساس قانون محدودیت داره قانون دسترسی به اطلاعات قانون اساسی هر قانون ده. قانون جزا و دیگر الا در مواردی که حکم سریع قانون است در مورد محدود شدن اطلاعات دیگه هیچ سانسوری هیچ محدودیتی نیست بر مطبوعات ما اینه میگم که اطلاع رساندن معلومات دادن برداشت ما ایست که به ما کمک میکنه هر قدر که ما معلومات زیاد بتیم از طریق رسانه ها به مردم برسه مر ما کمک میکنه ما میخواهیم که اطلاعات ما به مردم برسه هیچ دلیلی بر ازی نداریم که ما اطلاعات نگاه کنیم پالیسی رئیس جمهور میست ما به عنوان مسئول اطلاعات حکومت پالیسی اداره ما همی است کمکاری اگر شده همکارای ما کوشش کنند که میکانیزمای بسازن با همکاری کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات که ما از حضورشان در اینجا تشکر میکنم بسیار خوش آمدین از وقتی که شما تشریف آوردین و در سیستم دولت آمدین کار ما بهتر شده و امیدوار هستیم که در آینده هم بهتر باشه باقی از بسیار وقت شما را نمیگیرم بسیار خوش آمدین همکارایی که از ولایت‌ها تشریف آوردین بر شما بخیر هر وقتی که تشریف میبرین سفر خوش میخواهیم براتون لطفاً دوباره که برگشتین گپایی که مینپال صاحب گفتن گپایی که جناب آژان صاحب گفتن گپایی که دیگه همکارا در اینجا گفتن بسیار مهم است که شما تمام دستگاه ولایتی را بسیج کنین در این وقت تا معلومات مشروع برسه روایت ما و شما کار ماست ما پروپاگند نمی کنیم ما مثل دیگر آور اخبار تصنعی و اخبار مصنوعی نمی سازیم ما امو که کار خود بر مردم بگوییم روایت ما امو است ما ضرورت به این نداریم که پروپاگند کنیم یا جنگ روانی کنیم نه جنگ روانی رو طالب بکنه که دیگه هیچ کار نداره غیر از اینکه حمله کنه و باز پروپاگند کنه شما کارتون بر مردم برسانین دستاوردهایتون برسانین اونمو کامیابیتون است ډیر مننه کوم مومن سبیتاسو نه یو ور بیا ډیر مننه کوم دا ډیر ښه کارم کړی ډیرم یو
پر وخت کار کړی او ان شاء الله چې دغه لړۍ به ادامه ولري او محمود صاحب مومن صاحب تایری صاحب او نور همکاران به داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دغه رابطه روزمره رابطه د ټولو سره وي. تشکر میکنم از همکارای رسانه ها. بسیار زیات مخلوط کردم. بخیر باشید.